ادامه جنایات رژیم اسد و شبه نظامیان رژیم ایران در حومه دمشق. شکست تهاجم شبه نظامیان رژیم اسد به شهر بیجن در غرب دمشق. وقت کشی هیئت رژیم اسد در مذاکرات ژنو. مرحله الانتقال السیاسی. قتل 19 مدنيا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح جراء قصف جوي للنظام استهدف مدن وبلدات الغوطه الشرقيه. روز سه‌شنبه هفتم آذر ماه جاری در جریان بمباران‌های رژیم اسد در شهرهای قوطه شرقی در حومه دمشق 19 تن از جمله کودکان و زنان جان باخته و شماری نیز زخمی شدند. وقال مراسل أورينت نيوز إن 9 أشخاص بينهم طفل وامرأة قتلوا جراء غارات جوية للنظام طالت بلدة مديارة. بگزارش تلویزیون اورینت نیوز، در جریان بمباران شهر مدیاره 19 غیر نظامی که در میان آنها تعدادی کودک و زن نیز وجود داشتند کشته شدند. در اثر توپباران شبه نظامیان اسد در مرکز شهر دوما نیز 7 شهروند دیگر جان باختند. در یک توپباران مشابه در شهر مصرابه 3 غیر نظامی دیگر جان باختند. مرکز دفاع مدنی در این منطقه گفت در نتیجه بمباران و توپباران‌هایی که در 2 روز گذشته وجود داشت، شمار قربانیان از مرز 40 نفر گذشته است. طلعنا من المحل لقينا العالم فوق بعضهم كومه، نسوان واولاد وصغار هنيك ماتت مرا. ما از بازار بیرون اومدیم که بمبارون شدیم. زن و بچه‌ها اینجا افتاده بودن. اونجا یه مرد، اینجا هم یه زن و پسرش کشته شدن. یه مردم اونجا افتاده بود. 4 تا آمبولانس پر از جسد بود، زن و مرد. این بازار ترباره. اینجا مقر نظامی وجود داره؟ تروریستایی که اینا مدعی هستن که وجود نداره. اینجا بازار ترباره. 3 زن در جریان اصابت 3 گلوله خمپاره کشته شدند. کودکان و مردان دیگر هم بودند. 6 شهید داشتیم و شمار زخمی ها خدا می داند. ما نمی دانیم چند نفر بودند. صار جرحى في اكثر من 20 جريح 4 سيارات اسعاف تحملت ملانه. بیش از 20 نفر زخمی شدند. 4 آمبولانس زخمی ها را منتقل کرد. این وضع ماست. دعا ما يسمى المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى فرض وقف لإطلاق النار في منطقة عدم التصعيد بالغوطة الشرقية خلال اليومين القادمين. مركز موسوم بمصالحة روسية در سوريا خواهان 2 روز آتش بس در منطقة كاهش تنش در قوطه شرقي شد. رئيس این مركز جنرال سرگئی کورالینکو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت آنها تمامی طرفها را برای اجرای آتش بس در روزهای 28 و 29 نوامبر فرا می‌خوانند. این در حالی است که بمباران و توپباران شهرها و شهرک‌های قوطه شرقی همچنان ادامه دارد. اگرچه روسیه و رژیم اسد در تبلیغات خود خواهان چنین آتش بسایی هستند، اما تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که آنها به هیچ گونه توافقی ملتزم نبودند. تجدد الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة وميليشيا النظام على جبهة إدارة المركبات بمدينة حرستا في الغوطة الشرقية. السوية ديار درگیری‌ها در اطراف اداره ترابری در شهر حرستا نیز ادامه داشت. اتاق عملیات مشترک رزمندگان لیستی از کشته‌های شبه نظامیان اسد و شبه نظامیان فرقه‌گرا در جریان درگیری‌های اخیر در اداره ترابری ارتش اسد را منتشر کرد. اتاق عملیات رزمندگان سوری گفت تا کنون کشته شدن بیش از 33 تن از عناصر شبه نظامی را به ثبت رسانده که در میان آنها 16 افسر نیز به چشم می‌خورند. یکی از آنها ژنرال ستاد علی بکران از اهالی استان ساحلی ترتوس است. بینهم 16 ضابطا احدهم العمید الركن علی بکران من محافظه ترتوس. فلفل على السريع لقيله. الله اكبر الله اكبر.
تهاجم شبه نظامیان رژیم اسد به تپه بردعیا در اطراف شهر بیجن در حومه غربی دمشق شکست خورد. گزارشی از اورینت نیوز. قوات جبل الشيخ عن صد هجوم جديد لميليشيا النظام باتجاه تلت بردايا على اطراف بلده بيجن. رزمندگان سوری اعلام کردند که در جریان درگیری‌های صورت گرفته در جبل شیخ در حومه دمشق شماری از شبه نظامیان اسد را به هلاکت رسانده و یک تانک آنها را از کار انداختند. رزمندگان همچنین یک خودروی حامل تیروار دشمن را منهدم کردند. این در حالی بود که هلیکوپترهای رژیم اسد تپه بردعیا و شهر بیجین را با بیش از 40 بشکه انفجاری هدف قرار دادند تا عناصر شبه نظامی بتوانند در این منطقه پیشروی کنند. لقاء البراميل المتفجرة على مزرعة بيجان. الله اكبر. رسانه‌های اسد نوشتند هیئت رژیم اسد سفر خود به ژنو برای شرکت در مذاکره با اپوزیسیون سوریه تحت نظارت سازمان ملل را به تعویق انداخت. این در حالی است که هیئت مذاکره کننده‌ای که در ریاض تشکیل شد بر کنارگیری بشار اسد قبل از مرحله انتقال سیاسی اصرار دارد. مذاکرات قرار بود که روز چهارشنبه 8 آذر ماه جاری شروع شود. فؤاد علیکو عضو ائتلاف ملی سوریه در مورد تعویق سفر هیئت رژیم اسد به ژنو گفت: قبل الدول تعلمون عنها. تحياتي لكم المشاهدين حقيقه من تاکنون هر چه شنیدم از رسانه ها بوده و ما هیچ گونه دلیلی بر این موضوع نداریم که بر درست بودن آن تاکید کنیم. فکر می کنم که اگر روزها اصرار داشته باشند که هیئت رژیم اسد در ژنو حاضر شود، این هیئت توان عدم مشارکت در اجلاس ژنو را ندارد. لذا امکان دارد که این بخت کشی باشد تا به این وسیله طرف روسی را به ایستادگی قوی تر در کنار خودشان در مذاکرات وادار کنند. زیرا رژیم اسد احساس می کند که جامعه جهانی جدی شده و با وجود توافقنامه های بین المللی و منطقه‌ای بحران سوریه باید به مرحله راه حل سیاسی برسد. لذا رژیم اسد می داند و احساس می کند که هر گونه راه حل سیاسی به معنای این است که ارکان نظام به لرزه در خواهد آمد. به همین دلیل تلاش می کند با حمایت رژیم ایران این بحران باقی بماند. زیرا تنها سود برنده از این بحران رژیم اسد است. این در حالی است که مردم سوریه قیمت و بهای بحران را می‌دهند. العربیه. اگر تلاش‌ها در ژنو به بنبست بخورد، صحبت‌ها این است که رژیم اسد در حال باز کردن یک خط سیر سیاسی دیگر در سوچی روسیه است. خط سیر اساسی برای حل بحران سوریه ژنو است. مرجع آن هم سازمان ملل و قطعنامه‌های بین‌المللی است که میتوان بر آن تمرکز کرد. پروسه گفتگوها را فرستاده سازمان ملل اداره می‌کند، در حالی که در سوچی چنین مرجعی وجود ندارد. سوچی تا همین الان سرنوشت نامعلومی دارد. نه طرح این گرد همایی و نه دعوت شدگان در آن مشخص نیستند. اطلاعاتی هست که کنفرانس سوچی به مرحله آینده در سال 2018 موکول شده است. فکر نمی کنم که سوچی جایگزین ژنو شود، همانند آنچه که در آستانه روی داد و جایگزینی برای ژنو نشد. العربیه. آمریکا از کنفرانس ریاض و نتایج آن استقبال کرد، اما همزمان از اپوزیسیون خواست که در ژنو انعطاف به خرج دهد. انعطاف در ژنو چگونه می تواند باشد؟ فؤاد علیکو. خبرها امروز حاکی از آن است که 5 عضو دائمی شورای امنیت با نمایندگان عالی رتبه در ژنو حاضر خواهند شد. برای نمونه ساترفیلد برای اولین بار در ژنو حاضر می شود تا در مذاکرات ژنو حضور داشته باشد. به همین دلیل به نظر ما ترامپ با پوتین تفاهم داشته است. تمامی این فعالیت ها مانند فراخواندن بشار اسد توسط پوتین به سوچی در روسیه و جلسه با او و بعد از آن دیدار پوتین با رجب طیب اردوغان و حسن روحانی و بعد از آن هم کنفرانس ریاض 2 نشان می دهد که موضوع جدی است. متاسفانه آمریکا و جامعه جهانی
به طور کلی بر اپوزیسیون فشار می آورند تا از خود انعطاف نشان دهد، در حالی که ما نمی دانیم چه انعطافی می خواهند. آیا می خواهند مردم سوریه به تشکیل دولت وحدت ملی با رهبری بشار اسد بازگردند و تمامی ویرانگری ها و کوچ اجباری او را فراموش کنند؟ من فکر می کنم اگر جامعه جهانی به این شیوه بیندیشد، هیچ گونه راه حلی برای بحران سوریه وجود نخواهد داشت. مردم سوریه خواهان کناره‌گیری بشار اسد هستند.